به یاد علی بساکی که در اوین جاودانه شد. شب 23 مهر 1401 بود که صدای کوبیده شدن در آهنی با فریادهای مرگ بر دیکتاتور شنیده شد و زندان اوین برای ساعتها در خشم و اضطراب و آتش و گلوله غوطه ور شد. اعتراض و شورش در همبستگی با قیام مردم ایران از بند 7 زندان اوین آغاز شد و بعد به بند زنان رسید. زندانیان بند 8 که بند زندانیان سیاسی بود تلاش کردند تا به یاری زندانیان بند 7 بشتابند. آنها شعارهای ضد حکومتی می‌دادند. گارد ضد شورش وحشیانه با گاز و اشک‌آور و شلیک حمله کرد. زندانیان برای خنثی کردن گاز اشک‌آور و جلوگیری از خفه شدن آتش روشن کردند. در آن لحظات سخت که آتش زبانه می‌کشید، جوان بختیاری علی بساکی ساکن شهریار تهران در میانه آن آتش‌ها بود و با صدای رسا مرگ دیکتاتور را فریاد می‌زد. علی اوایل مهر 1401 به اتهام لیدری اعتراضات بازار توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شد. او جوانی دلیر از لورهای بختیاری علی گودرز از طایفه بساک ایل میوند و بسیار شوخ‌طبع و علاقه‌مند به موسیقی. علی دیپلم داشت و شغل آزاد. علی که جوانی نترس بود در بازار مردم را به پیوستن به تظاهرات و اعتصاب دعوت می‌کرد. مدیران حکومتی که او را شناسایی کرده بودند دستگیرش کرده و به زندان اوین برد. شب 23 مهر آتشی که علی و دوستانش برای نجاتشان از خفگی روشن کرده بودند به کارگاه خیاطی سرایت کرد. آنها برای باخبر کردن مردم از سرکوب خونین زندانیان در محوطه هم آتش روشن کردند. مردم با خبر شده و شبانه به یاری زندانیان شدند. مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! در آن حادثه خونین بیش از 100 تن از زندانیان بر اثر شلیک ساچمه‌ای و همچنین ضرب و شتم توسط مأمورین به شدت مضروب و مسموم شدند و دست کم 8 نفر از جمله علی بساکی بر اثر شلیک مزدوران به شهادت رسید. پیکر علی بعد از مدتی به ازای گرفتن 200 میلیون تومان از خانواده‌اش تحویل داده شد و در سکوت و بیخبری در شهر کوچک باغستان زیر پل بادامک در یک امامزاده‌ای در نزدیکی شهریار به خاک سپرده شد. علی 36 سال داشت که در میان صدای رگبارها و دود و شعله‌های آتش با گلوله مزدوران خامنه‌ای در اوین از میان ما پر کشید. بیشک یاد و نامش در میان شعله‌های قیام بعدی زنده خواهد بود. سوگند خون همراهان، سوگند عشق مادران.